أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام سلام وعرض عدب خدمت یکایی یک که عزیزان بیننده و شنونده در این جلسه از فصل هجده این مرحله دوازده کتاب نهایت الحکمه وارد بحث جدیدی میشویم که البته این بحث هم ارتباطی با فصل قبل داره ارتباطش هم به همین هست که وقتی ما در فصل قبلی راجع به انایت الهی نسبت به مخلوقات بحث کردیم در نتیجه اثبات کردیم که خداوند متعال نهایت احتمام رو نسبت به نظام آفرینش داشته و نظام رو و عالم رو و این نظام موجود را به بهترین شکل ممکن آفریده است خب وقتی این بحث مطرح می شود ممکن است که حالا سوالاتی در این زمینه پدید بیاید و اینکه چگونه می شود از یک طرف با توجه به عنایت الهی نسبت به آفرینش بگوییم این نظام بهترین نظام هست و از طرف دیگر هم می بینیم که بعضی از شرور، کمبودها، عیبها و نقصهای هم در این عالم وجود داره خب توجیهی که برای این شرور می توانیم داشته باشیم که لطمه به عنایت الهی و همچنین اون بحث حسن نظام و اتقان نظام به وجود نیاره چی میتونه باشد به همین جهت برای این که این گمان رو و این شبه رو در واقع پاسخ داده باشد این فصل هجدهم رو ترتیب داده و در این فصل هجدهم چند تا بحث مطرح هست در ابتدا خب باید یک تعریفی از خیر و شر ارائه بشود که معلوم باشد بالاخره ما وقتی از شر بحث میکنیم بدانیم چیه نکته دوم هم درباره این بحث میشود که شر یک امر وجودی به حساب نمی آید و بلکه یک امر عدمی هست حالا این رو هم مورد بحث قرار میدیم که عدم بودن شر به چه لحاظ مطرح می شود نکته سوم هم این هست که این جایگاهی که از شرور بحث میشه یا شر کلا تحقق پیدا می کند جایگاهش همین عالم ماده هست که با محدودیت و بالاخره مشکلات همراه هست خب شرم اینجا معنا پیدا می کند و در همین جا هم باید بحث بشود و شر دوباره بحث می شود که از لوازم وجود ماده است یعنی اصلا وقتی ماده با کمبود هایی و مشکلاتی و محدودیت های مواجه هست خب بالاخره این کمبود ها و محدودیت ها ممکن است که شر رو هم به وجود بیاورد نکته دیگر هم که مورد بحث قرار می گیرد این هست که حالا شرور را چی امر وجودی به حساب بیاریم یا امر ادمی در نتیجه اثبات خواهد شد که نسبت به خیرات خیلی اینها مغلوب هست و خیر در واقع جنبه اغلب بودن رو و بیشتر بودن را داره که در نتیجه بس خواهد شد که اگر ما به خاطر وجود شرور کاری را که در آن خیر بیشتر و غلبه داره اون را رها بکنیم خود این هم در واقع یک نوع دیگر از محرومیت هست که عقل میگوید که به خاطر این که ما از خیرات بیشتر محروم نشویم حالا خیرات رو بیافرینیم و انجام بدیم ولو در کنار اون بعضی از شرور اندک هم وجود داشته باشد خب به هر صورت در نتیجه در این فصل بحث خواهد شد که این شرور نمیتواند در واقع در قضای الهی دخولی و ورودی داشته باشد به عنوان یک بحث اصلی یک غرض اصلی حالا اگر همگاهی مورد اراده و قضای الهی قرار بگیرد حتما به صورت به طبع یا به صورت بلعرز خواهد بود و در نتیجه اون چی که متعلق قضای الهی و اراده الهی هست همون وجودی خیرات هست که دیگر در اون شر رو بدی وجود نداره حالا از این نکات که فهرش شد خب اون چه که مهم است این است که باید مطلب توضیح داده بشود که شر از لوازم وجود ماده هست و وجودش هم کاملا نسبت به وجود خیرات کمتر هست و در نبود شر اگر بخواهد خداوند متعال شر به هیچ وش ایجاد نشود خب باید خیلی از خیرهای دیگر رو هم در واقع کنار بگذارد و بشر از اونها محروم بشود که در اونها هم دوباره میبینیم که شر بیشتر خواهد بود به هر صورت اون چیزی که مهم است همین مباحث است که در اینجا مطرح میشود حالا به نکاتی ریستر هم خواهیم پرداخت در ضمن بیان عبارات که در هر کجا وقتی تعریفی از خیر و شر را می دهد باید دقتی لازم را داشته باشیم و همچنین درباره دلیلی که بر نبود شرور اقامه می شود هم باز نکات ریزتری وجود داره که انشالله به آنها هم رسیدگی خواهیم کرد بنابراین الفصل الثامن اشر فی الخیر و شر فصل هجدهم درباره خیر و شر است یعنی ما تحلیل از خیر و شر ارائه میدیم توضیح میدیم هر کدام اینها را و اثبات میکنیم نبود شر را و در جای هم که اگر شر را ملاحظه میکنیم میبینیم اینم از لازمه وجود ماده است و اونم به دلیل اینکه هدف اصلی روی خیری بیشتر تعلق گرفته است حالا در کنار خیر بیشتر اگر شرور کمتر هم تحقق پیدا میکند خب اینا از لوازم عالم ماده هست و دخول و شرف القضایل الهی نکته ای که در این فصل هم محل بس قرار میگیرد این است که این شر در قضای الهی به چه شکلی مطرح هست آیا اصلا شر را میتوانیم بگیم که قضای الهی به اون تعلق میگیرد یا نمیگیرد و اگر تعلق بگیرد به چه شکلی خواهد بود و اگر بگیم نمیگیرد به چه شکلی بیان خواهد شد در ابتدا شروع می کند به تحلیل معنای خیر و شر از خیر شروع می کند می فرماید الخیر ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شی خب در این عبارت خب ممکن است یک در واقع قصوری وجود داشته باشد اما معنا تا حدود روشن هست که میفرماید خیر مایت این خیر هر چیزی است که مطلوب قرار میگیره و مورد طلب قرار میگیرد و یقصده و مقصود هست یعنی قصد میشه و دنبالش گرفته میشود و یحبه و مورد محبت قرار میگیره پس خیر میتونه مطلوب باشه خیر اون امری است که مطلوب و مقصود و محبوب باشه و یا توجه الیه کل شیء به طبعه حالا این قید دیگر هم برای خیر میآورد که بیان می کند که خیر آن هست که توجه به سمت اون بشود هر چیزی به سمت اون توجه بکند اون تا این توجهش به تبع باشد یعنی این توجه کاملا توجه تبعی باشد به این معنا که ما نمیتوانیم هر چیزی که مطلوب قرار بگیره یا مقصد انسان باشه یا مورد محبت قرار بگیره به صورت اطلاق نمیتونیم بگیم همه اینها خیره چرا؟ به دلیل این که بعضی وقتا هست که بعضی از چیزهایی هست که مثلا مطلوب هست و انسان دنبالش میره مثلا وقتی نسبت به انسان بسیاری از شهوات خب اینها چیزی است که مورد طلب قرار میگیره مقصد قرار میگیره و انسان اون رو به عنوان هدف دنبال میکنه اما این مقصد قرار گرفتن یا به اصطلاح مطلوب واقع شدن این شهوات این گونه نیست که به تبع باشد به تبع انسان باشد بلکه این رو وقتی نگاه میکنیم این خیر برای یه مرتبه از مرتبه نفس حیوانی انسان به حساب میآید اما دوباره این رو نمیتوانیم بگیم که طبع نفس انسانی انسان هم این رو میخواهد. نه طبع به اصطلاح اون نفس حیوانی ممکنه اینا رو بخواهد. اما نفس انسان دوباره یک سری مطلوب های دیگه دارد و مقصد های را دنبال می کند. لذا باید هر چیزی را نسبت به جایگاه و موطن خودش در نظر بگیریم که خیر هر کاری نسبت به هر چیزی در یک جایگاه خاصی لحاظ می شود و لذا می که همه اینا را باید توجه داشته باشیم که حتی همون بحث شهوت در مرتبه حیوانیت ممکنه برایش خیر باشد اما دوباره در مرتبه انسانیت وقتی می میبینیم می بینیم که نه خیر انسان در یک کمالات بالاتر هست و کمالات با ارزش بیشتر هست خب اونا خیر به حساب می و ازا تردد الامر بین الاشیا فالمختار خیرها حالا اگر در جای هم که انسان مردد است نمی داند چند تا کار و چند تا گزینه پیش روی انسان هست نمی کدام یکی از اینها مطلوب انسان هست مقصود انسان هست مورد محبت انسان هست خب وقتی چند تا مطلب وجود داشته باشد میفرماید که اون چیزی که مختار هست بهترین اونها مورد اختیار قرار میگیرد و در نتیجه ما میفهمیم که فائل مختار از بیان امور کاملا مردد یکی که بهتر به نظرش میرسد او را اختیار میکند فلا یکون الا کمالا وجودیا پس در نتیجه این که ما خیر رو تعریف میکنیم به این که مطلوب باشد محبوب باشد و مقصد قرار بگیرد خب چرا یک شیء مطلوب واقع میشه یا مورد قصد و محبت قرار میگیره به دلیل این که میفرماید یک کمال هست و به همین جد میفرماید که اون خیر هم نمی باشد الا کمالا وجودی هست مگر این که یک کمال وجودی هست و به دلیل همون کمال وجودی بودن خودش هست که در واقع مطلوب قرار میگیره. یا توقف و علیه وجود شی چون کمال هست گای هم وجود شی کاملا بر او توقف داره و به همین جهت هم این کاملا خیر به حساب می آید کل الا به نسبت لا معلوله ها حالا علت نسبت به معلول خودش وقتی نگاه میکنیم چرا مثلا معلول نسبت به علتش یا معلول چرا علت خودش را خیر میدانه به دلیل این که خود این علت است که سبب پیدایش معلول شده که اگر علت نبود معلول به وجود نمی آمد و حالا که این معلول به وجود آمده خب در, در واقع این علت خودش را کاملا کمال وجودی برای خودش میداند او کمالا اولا هو وجود الشی به نفسه خب حالا این در واقع اون گاهی هست که یک شی وجودش بر او توقف داره گاهی هم نه وجودش بر او توقف ندارد اما کمال اولش بر او توقف داره یا کمال دومش بر او توقف داره در هر صورت هر چیزی که به نحوی در تحقق وجود یا صفت یا یک کمالی نقشه داشته باشد اینا رو می شود گفت خیر و به همین جد میفرماید که یا توقف دارد بر او یک کمال اولی که اون کمال اول چیه همون وجود شعب نفسش باشد یعنی خودی وجود در واقع وقتی به او توقف دارد اونم خیر هست او کمالا ثانیا نستکمل به یا نه وجود به او توقف ندارد وجودش محقق شده است اما کمال دومش وابسته است به اون خیر که بالاخره او باید باشد یا کمال دومی که طلب کمال میکند شی به واسطه او و یزول به عنه نقص و به واسطه کمال دوم یه نقص از او زائل میشود خب اینها خیره پس در تعریف خیر یا در تحلیل معنای خیر توجه کردیم که خیر در واقع یک کمال وجودی هست که این کمال وجودی گاهی در واقع اصل پیدایش انسان کاملا بر اون متوقف هست گاهی کمال اول انسان، گاهی کمال دوم انسان و در نتیجه به دلیل اینکه یک کمالی هست خب طبیعی هر چیزی به سمت اون کمال کشیده می شود و در نتیجه اون شه خیر برای موجود به حساب می آید حالا در تعریف شر خب تا حدودی می شود از باب تعریف تقابل استفاده کرد و اینجا هم بیان کرد که و شر هو، حالا شر مقابله همین خیر قرار می گیرد فهو و عدم و ذات او عدم و کمال ذات همون گونه که خیر در واقع سبب وجود بود سبب کمال اول بود سبب کمال دوم بود و خیر به حساب می آمد پس شر رو هم می توانیم به این گونه تعبیر کنیم که شر هم چیزی است که سبب نبود ذات بشود یا سبب نبود یک کمال ذات بشود خب هر چیزی که سبب فقدان بشود سبب در واقع نبود یک کمال بشود از این طریق می توانیم این رو هم در واقع یک شر به حساب بیاوریم خب حالا در نتیجه میگه که اگر ما از باب تقابل بیایم بیان بکنیم که شر خب در مقابل خیره تقابل هم که دوباره به اصطلاح چیزی یک مورد نداشت خب چهار قسم تقابل داریم از کجا بفهمیم که شر در نسبت به خیر از قبیل تقابل عدم و ملکه رو دارد نه چرا نگیم که مثلا ممکنه شرم از تقابل تزاد با خیر برخوردار باشد یا به از اقسام دیگری از تقابل رو نتوانیم سلبی ایجاب نگیم که برای این که بیان بکند که شر در واقع با خیر از قبیل تقابل عدم و ملکه هست دلیل رو مطرح می کند و دلیلش به این شکل هست که میفرماید و دلیل علا ان شر عدم و زاد او عدم و کمال زاد دلیلی بر این که شر همون عدم ذات هست یا عدم کمال ذات هست این است که ان شر لو کان امرا وجودی هست. حالا ما میگیم که این شر رو خ در واقع بینشون تقابل عدم و ملکه است میگیم اگر کسی این تقابل عدم و ملکه رو قبول نکند خب باید بگن بالاخره تقابل تضاد تزادم که دو تا امر وجودی هست ما چون خیر امر وجودی هست خب بر اساس تقابل تزاد باید شر را هم به عنوان یک امر وجودی در نظر بگیریم لذا می فرماید که این شر اگر امر وجودی در نظر گرفته بشود خب حالا باید بررسی بکنیم که این امر وجودی به چه لحاظ شر تلقی می شود لکان اما ل لنفسه او ل لغیره خب حالا میریم بررسی می که شر بودنش از کجا به وجود آمده میگیم این یا شر برای خودش یا نه شر برای غیر خودش هست خب از این دو حال که خارج نیست ول اول محالون اول که ما بیاییم یه موجودی را در نظر بگیریم که شر برای خودش باشد میگه این محال هست چرا؟ چون شر را هم که معنا کردیم که شر همون عدم ذات یا عدم کمال ذات هست حالا ما بیاییم یه موجودی را در نظر بگیریم که خودش وجود پیدا کرده است ولی خودش سبب عدم خودش بشود عدم ذات یا سبب عدم کمال خودش بشود میگه این که کاملا محال هست از لو اقتزش شی عدم و نفسه زیرا اگر شی را در نظر بگیریم که مقتضی نبود خودش بشود خب لم یوجد بین رس از اول ایجاد نمی شود وقتی چیزی ذاتا اقتضای عدم خودش را داشته باشد خب دیگه این اصلا به وجود نمی آید در حالی که ما فرض کرده بودیم که چیه؟ این شر امر وجودی هست خب پس این رو ما باید موجود بدانیم حالا که موجود دانستیم و فرض کردیم پس نمیتونیم بگیم که این شر در واقع شر برای خودش هست و شی لایق تزی عدم نفسه وقت شیع وجودی در نظر گرفتیم این نمیتونه مقتضی عدم خودش باشد ولا عدم و من کمالات ثانیه و شیع نمیتونه در واقع مقتضی عدم کمالات دوم خودش هم باشد چرا لما بینه و بین ها من رابطه الوجودیه به خاطر این که کاملا بین این شی و بین اون کمالات ثانیه ایشون یک رابطه وجودی برقرار هست و در نتیجه وقتی میبینیم خودش مبدع قرار میگیرد برای کمالات دوم خودش خب محال هست که خودش مقتضیه هم مختزی برای کمالات دوم باشد و هم مختزی برای کمالات دومش نباشد میگه اینم محال هست و لذا نمیتوانیم این رو به این شکل هم مطرح بکنیم ول انایت الالهیه ایزا تو جبوی سال کل شین الا کماله خب در حالی که ما میبینیم انایت الهی هم همچنان در واقع وجود داره و سبب میشود که هر شی به کمال خودش برسد خب جلو این گونه شر رو هم میگیرد که نمیگذارد که شری در یک جایی باشد که او جلو تحقق کمال رو بگیرد میگه اینم معنا نداره خب پس در نتیجه اون فرض هایی را که گفتیم اگر شر رو وجودی در نظر بگیریم و این شر برای خودش شر به حساب بیاید خب این فرض ها کلا باطل شد در نتیجه این که شر امر وجودی باشد اینم باید باطل بشود اما حالا میریم به سراغ اون گزینه بعدی که میگیم شر خودش امر وجودی باشد تا شر برای خودش نباشد بلکه برای غیر شر باشد خب حالا میریم به سراغ این گزینه و ثانیه ایزا محالون این فرض دوم هم محال هست چرا؟ لان کون شر و مفروض انه وجودیون به خاطر که اگر ما شر رو یک امر وجودی گرفتیم که فرض ما هم همینه که شر امر وجودیه چون ما میگیم که عدم ملکه نیست بلکه میگیم امر وجودیه خیلی خوب میگیم امر وجودیه حالا این امر وجودی اگر شر برای غیر خودش بود خب چی اشکال داره؟ میفرماید اما به کونه معد من لذات زال کل غیر او معد من لشه من کمالاته حالا این که شر برای غیر به حساب میآید، بریم بررسی بکنیم که به چی اعتباری برای غیر شره میگیم برای غیر که شره یا به این دلیل هست که سبب میشود که ذات غیر اصلا از بین بره یا نه سبب میشود که ذات غیر باشد ولی یکی از کمالاتی اون غیر به اصطلاح از بین برود خب این شر رو اگر به این فرض در نظر بگیریم چی داره؟ میگوید که اگر ما آمدیم شر رو به این معنا گرفتیم که معدم ذاتی اون غیر باشد اصلا نگذارد که اون غیر به وجود بیاید یا نه معدم شی از کمالات او باشد او به عدم اعدامه لال ذاتی و لال شی من کمالاته یا نه میگیم شر برای غیر هست اما نه سبب نابودی خودش میشه خود اون غیر نه سبب نابودی کمالی از کمالات او میشود اما شر است برای اون غیر خب پس میگیم از سه حال خارج نیست پس یا شر برای غیر به خاطر که اون غیر را کلا از بین میبره یا یک از کمالاتش را از بین میبره یا نه به خودی اون شی و کمالات او کار نداره اما شره خب حالا این سه گزینه رو باید بررسی بکنیم میگه ول اول و ثانی غیر و این, این اول و دوم که جایز نیست که ما بیاییم بگیم یه چیزی امر وجودی باشد ولی سبب بشود که اون غیر رو کلا نابود کنه ذاتش را یا یک از کمالاتش را نابود بکنه چرا؟ فان الشرح نازين يكون هو عدم ذلك الشيء بخاطر اینکه اگر آمد و نابود کرد ذاتون غیر را خب میگیم شر در اینجا چیه؟ آیا وجودی این نابود کننده یا نه شر همون نابود شده است اون عدم اون شی دیگر اون شره خب میگیم که این که اون غیر تعقب پیدا نکرده این میشه شر او عدم و شعی من کمالاته یا شر میگیم عدم تحقق کمال او هست نه خود ای وجود این به ش... اصطلاح موجود که ما این رو شر میدانیم دون از شیع المعدم المفروض نه این که ما بیاییم این معدم رو نابود کننده رو شر به حساب بیاریم میگیم شر برگشت به همون نبود اون غیر حالا چه ذاتون اون غیر باشد چه یک از کمالاتون غیر باشد و ها خلفون در حالی که این خلاف فرض فرض ما این بود که شر از خود وجود همین معدم به وجود بیاید در حالی که در اینجا وقتی بررسی کردیم دیدیم شر از وجود از ناحیه خود وجود این شی به وجود نیامد بلکه شر از نبود همون شی دیگر به وجود آمد چون او محقق نشد چون او به وجود نیامده چون یکی از کمالات او محقق نشده از این جهت شر نه وجودی این و سالس ایزن غیر جایز حالا میماند اون شق سوم شق سوم این بود که شر برای غیر باشد اما به ذات او و به کمال او لطمه نزند اما به یک قسم دیگه از شر به حساب بیاید میگه اینم غیر جایز هست چرا فانه اذا لم یؤدم شیئا به خاطر اینکه ما این در شق سوم این گونه در نظر میگیریم میگیم این به ذات او و به کمالات او کار نداره هیچ لطمی از این جد به او نمیزنه میگیم وقتی اذا لم یعدیم شیئا وقتی نابود نکنه چیزی را لا ذاتا و لا کمال ذات نه خود ذات را نابود کنه نه یک از کمالات ذات را نابود بکند خب هیچ ضرری از این جهت متوجه او نسازد خب در این صورت میگه فلیسه یجوز عدوه شرن چرا ما این رو شر به حساب بیاریم که ضرر به اون نزده هیچ لطمه به اون نمیزند نه ذاتش رو مشکل براش ایجاد میکنه نه در کمال ذات او مشکل ایجاد میکنه خب چرا ما این رو شر برای اون غیر به حساب بیاریم فالعلم ضروری حاصلون پس در نتیجه ما به این مطلب میرسیم که علمی ضروری کاملا در اینجا حاصل می شود به چی؟ به این که مالا یوجب عدم شی ولا عدم کماله چیزی که سبب عدم شی نشود یا سبب عدم کمال شی نشود و این لا یکون و پس این شر برای او حساب نمی شود خب این علم کاملا ضروری هست لعدم استضرار رهی به بخاطر این که هیچ ضرری از ناحیه ای به اون شی وارد نشده است فشر کیف ما پس شر را هر گونه ما فرض بکنیم لیسه به وجودین. در حالی که ما گفتیم که امر وجودی است و امر وجودی وقتی گرفتیم گفتیم که این امر وجودی یا برای خودش در واقع شر یا برای غیر برای خودش که گفتیم نمیتونه شر باشد برای غیرش هم که سه تا فرض درست کردیم در هر سه فرض هم بازم دیدیم که این امر وجودی شر به حساب نیامد در نتیجه میگیم پس نباید از وجودی بودن شر کلا دفاع کنه پس شر هر جور فرض شود امر وجودی نمیتونه باشد و هو المطلوب پس مطلوب ما هم همینه یعنی ما هم دنبال همین هستیم که بگوییم شر یک امر عدمی هست پس در نتیجه شر ثابت می شود که عدم ملکه خیر هست و در جای تحقق می که استعداد تحقق باشد خب ولی محقق نشود یا در پس از تحقق در اثر مانع از بین برود خب این در واقع شر به این شکل معنا پیدا کرد و یا صد قزالک التعمل الوافی فی موارد شر من الحوادث حالا یک نمونه ای را برای تایید این که شر امر ادمی هست خب بیان میکنه میفرماید که تصدیق میکند همین مطلب را این عدمی بودن شر را تعمل کاملا وافی در موارد شر از حوادث میگه در حوادثی که ما اونها رو شر میدانیم بریم با تعمل وارد بشیم ببینیم کجای این حادث شره و از چه جای این شر پدید آمده است میگه فعین نل امان فی اطراف وقتی دقت میکنیم در اطراف این حوادث یهدی هدایت بشیم به سمت اینکه که شر که واقع شده چیه؟ یا اون شر عدم زاد هست یا عدم کمال ذات هست بالاخره باز برمیگردد به عدم که یا یه ذاتی نیست یا یک کمالی از ذات نیست خب بازم به نبود برمیگردد مثلا مثال میزنه کما ازا قتل رجلون رجلن به صیف صبر اگر یک مردی مرد دیگری را با شمشیر بکشد و قتل صبر انجام بده قتل صبر هم به قتل عمدی گفته می شود که در میدان جنگ نباشد در معرکه جنگ نباشد خب بی گناه کس را عمدن بخواد بکشد خب این خیلی شر این وقتی میبینیم این حادثه حادثه کاملا شرورانه هست خب حالا میریم بررسی میکنیم که در یک همچنین حادثه که همه تقریبا به بدی و قبه اون باور داره میبینیم شر کجا هست از کجا ناشی شده است میگه فز در اینجا چند تا کار اتفاق افتاده است یک یه زدن شمشیر صورت گرفته است که مؤثر بوده الذی تصداه القاتل که این زدن را متصدیش قاتل بوده شمشیر را قاتل زده خب حالا میگیم آیا این که یک کسی این قدرت را داشته باشد شمشیر بزند این برای او شره یا نه برای او یک کماله خب میگیم شمشیر زدن به خودی خودش یک کمال است برای او خب این کسی که میتونه همچی شمشیری بزنه به اونی که نمیتونه خیلی بلاخره فرق داره پس این رو میتونیم بگیم شمشیر زدن به خودی خود یک کمال هست و این کمال برای او هست و لیسه به شر این رو نمیتونیم بگیم شر و حدت و و این که شمشیر خیلی تیز هست و کون و قطعا این که خیلی قطع کننده است بازم میگیم این کمال برای شمشیر هست. چون وقتی ما بگذاریم شمشیر که هیچ بوریش نداشته باشد با شمشیری که خیلی برش داشته باشد میگیم کدومش خوب تره خب میگیم شمشیری که برنده تره خب این بهتره پس اینم کمال هست شر نیست و این فعال او قل مقتول و لینتو کمال اون لبدنه میریم به سراغ این که گردن مقتول نرم بوده و شمشیر در او تاثیر گذاشته آیا این شره یا نه میگیم خب گردن نرم بهتره یا گردنی که مثلا؟ شمشیر در او تاثیر نکنه میگه خود این که منفعل بودن اونوخ و گردن مقتول خب نرم بوده و شمشیر در او اثر گذاشته اینم میتونه کمال برای او به حساب بیاید خب گردن مثلا گردن آهنی که خب هیچ انعطافی نداشته باشد آیا او بهتره یا نه گردن نرم منعطف که بالاخره بچرخد و خب دارای انعطاف باشه این برای بدن کمال هست اینم به شر به حساب نمی آید و ها کذا و همینطور خلاصه موارد دیگر را وقتی کنار هم بیزاریم هر کدام را به تنهایی و در جای خودش نگاه بکنیم میگه اینا نمیشه گفت شر شاید همه اونها را بتوانیم به نوعی برای اونها کمال به حساب بیاوریم تنها شر که اینجا اتفاق افتاده چیه؟ فلیس شر الا زحاق و روح شر که اینجا رخ داده فقط همین از بین رفتن نفس و روحه که حیاتی از بین رفته و بطلان حیات صورت گرفته و هو اون حالا میریم به سراغ این که این شر چیه که اتفاق افتاد بگین این نبودی حیات خوب امر عدمی است پس شر برگشت به اون امر ادمی در نتیجه تا اینجا فقط ما این مطلب رو با تحلیلی که از خیر و شر ارائه کردیم دانستیم که خیر چیه و شر چی میتونه باشد و در نتیجه شر را به عنوان امر عدمی معرفی کردیم حالا نتایج بر این بحث مترتب هست و نتیجه گیری رو هم انشاءالله در جلسه بعد را خواهیم داد تا زمان همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد